آقای دکتر، نظرتون در رابطه با نحوه نشستن رئیس محیط زیست مقابل خبرنگاران چیه؟ نگاه عزیز ما، در عرصه بین الملل هم هر نشستن یک معنی خاص داره. مثلا نشست اوپک چه معنی خاصی داره؟ او اسمش روشه دیگه، اوپک یعنی او مخورم فکر منم پیک زدن و حالش حالم خراب مره. هرچی هم بندش به ایچا میگین که آقا او خورده، مگه دیگه ماری گریفته. نشست سران کشورهای عربی و مقامات تهمیز چی؟ اون نشست سران با خرانه. الان سر کدومه؟ سر کدومه؟ فرق نمی کنه، همه شو یه گول از توشان در نمی. و اما نشستن این آقا ایشون گفتن ما اصخایی نمی کنیم، ما از همون ابتدای خلقتمان به همین چیزی منشستیم. البته عکسی از ایشون بیرون اومده که در کنار مرحوم هاشمی هستن و خیلی مؤدبانه نشستن. نه او فرق میکنه، نگاه حجکمن فرق میکنه. نگاه اونا اگه بخن اونجا بیادبی کنن که دیگه خبری از سد لطیان و کاخ مرمر و حتی پست و مقام نیست. اصلا یک شعاری اینا دارن میگن که توپ تانک فشفشه حاج اکبر پدر ما. و شما ایشون اولی که آمده بودن تو محیط زیست یک فتوایی دادن، گفتن بزای کوهی پیر چون آب زیاد مصرف میکنن دریاچه ارومیه خوش رفته و باید اینا رو شکار کنیم. مثلا شما در استان فارس هم که یک بز کوهی شکار میکردی یک پارچه آب شلپنگ میدادی به دریاچه ارومیه، یعنی اضافه. مگه میشه چجوری میخوام متوجه بشم؟ مگه بزها کارت ملی دارن که بفهمن؟ خیلی اسکلی دولت 8 سال کارت ملی برای خود ما نیاوردن، فقط برای بزا کوهی بیارن. نه نگار روشش فهم کن، اول شکار میکردن بعد دندوناش مشمردن. اگه پیر بود که نوش جانش، اگر هم جوون بود که دیگه بالاخره انسان ممکنه خطایی به همین راحتی دن تا بنزی هم تازه راحته. از یک روش دیگه هم داشت. چه روشی؟ ای که از نحوه نشستن بز تشخیص میدادن که دیگه باز نشه، یعنی اصلا چیز رفته دیگه نمیتونه خودش نگه داره، سنده سالش بالایه و شکار میکردن. عجب. بعد یکم شما بینین این آقا مدرکش از کجا گرفته؟ از کجا گرفته؟ از آمریکا، دانشگاه ایالتی آیوا. من چه ربطی داشت؟ خب دیگه این مشکل اینجاست که آیش رفته فقط وایش مانده. یعنی باید چی جوری ثابت کنه که بازنشست که چند کنم نشست شده دیگه نزدیک به 70 سال سندشه. خواه بعد یعنی باید همون قانونی که خودش بره بزای کوهی گذاشت بره بعضی از مدیرا بزنیم که برن کنار چهار تا جوون بیان. الان شما وزیر نفت نگاه کن، از زمان دایی ناصر وزیر نفت، یعنی اولایی که رفته بود تو شرکت نفت لباساش مزه نفت گرفته بود، ولی انقدر چاهای نفت چنبره زد که الان نفتای ما مزه زنگنه میده. یعنی از تی بین الملل نفت ما رو با طعم زنگنه بشنن. میشه بحث رو عوض نکنید بهتره. عرض کنم خدمت شما که ایشون گفتن ما عذرخواهی نمیکنیم ولی اتوبوس بیمه یه خسارت که میدن، مثل آخری برارش که قطارا به هم دیگه خوردن جوان مردم مردن، گفت که ما بیمه هم پولیش میده، چون اینا فقط پولر میبینن و گفتن این کاش در ماه حرام بود که دو برابر میدادیم که اصلا همه چی دیگه برای اینا پول و سود و زود. خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما، موفق باشید. نوکرتون بیا خانه یک بز کوهی داریم رو پا میزنیم.